جکسون مونارک SC رو داریم اینجا از سری پرو. این گیتار با بادی ماهاگونی که میدرنج خیلی خوبی بهتون میده تو صدای گیتار، تاپ میپل داریم روش و این طرف نک میپل داریم. این نک پروفایل سرعتی داره، با سری دینکی فرق میکنه مقدار نکش، کمی از اون حالت تیپر در اومده، مقداری بیشتر سی شیپه، ولی به هر حال دسته خیلی سرعتی هستش. در مورد اتصال نک به بادی هم اتصال به شیوه ست نکه، یعنی وصل شده. این طرف هم فرت بوردمون از چوب ابونی هستش با 22 تا فرت جامبو. رادیوس متغیر داریم 12 تا 16 اینچ که باعث میشه این کارهای تکنیکال و این پایین ها خیلی راحت تر بتونیم انجام بدیم برای گیتاریست های سرعتی مخصوصا و تکنیکال. در مورد طول اسکیل این گیتار 24.75 اینچه که از استرات کوتاه تره، یعنی فکر میکنم اسکیل لسپال باشه، ولی به هر حال این گیتار خیلی خیلی از لسپالای سنتی ترادیشنال خیلی گیتار راحت تریه. دلایلش هم خب اولا این بادی مقداری باریک تره، ما اینجا این کاتا رو داریم که راحت تر توی بدنمون بشینه، سبک تره این گیتار، خیلی راحت تو دست میشینه و خیلی ساز خوش دستیه. یکی از چیزهای خیلی مهم فرت جابیه که روش انجام شده. این فرت ها رو خوب صیقلی کردن، این بالاها مزاحم نمیشه وقتی دست حرکت میکنه، فرت ها کاملا گرد شده است، اینجا معلومه سوهان خوردن. این لیای گوست داریم. هدستاکش این گیتار سه تا پایین سه تا بالا تیونر هستش. این تیونر ها لاکینگ تیونر هستن، منتها از بالا قفل میشن. اینجا اگه توی ویدیو ببینید یه قسمت زبری هستش که شما میتونید اینو بچرخونید و سیمو سر جاش قفل بکنید. پس لاکینگ تیونر داریم اینجا. دو تا پیکاپ هامباکر داریم. این پیکاپ های اکتیف هستن که از پشت باید باتری بخورن. پیکاپ های اکتیف سیمور دانکن مدل AHB، پیکاپ های بلک اوت بهشون میگن. به نظر من خیلی فول رنج میاد صداشون، هم از سمت تریپل هم از سمت بیس یه مقداری گسترده تر فرکانسشون، بنابراین یه مقدار صداشون با صدای پیکاپ های اکتیو قدیمی تر فرق میکنه. به نظر خیلی فول رنج میان و صدای بازی دارن. در ضمن توی تکنولوژیشون از سرامیک استفاده شده. سویچ سه حالتی داریم، این حالت نک صداش، حالت وسط دو تا پیکاپ با هم، و بریج. و اما وقتی در حالت وسط هستیم، این حالت به ما دو تا پیکاپ رو اکتیو میده، زمینه که ما دو تا ولوم داریم، میتونیم اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. یعنی اگر من در حالت وسط پیکاپ نکو صداشو کم بکنم، یه تغییری توی تون، یعنی در واقع ما تعداد نامحدودی تون اینجوری داریم با ترکیب دو تا پیکاپ. یه بار صداشو بشنوین، الان من دارم پیکاپ نکو صداشو کم میکنم، بنابراین پیکاپ بریج بیشتر اینجا نقش دامیننتی بازی میکنه، و برعکس دارم کمش میکنم پیکاپ بریج رو، و هرچی من پیکاپ بریج رو کم میکنم
داره صدای نکتر به گوش میرسه، اینجوری بگم. اگر گوش کنیم، در کنار این هم یه مستر تون داریم که خیلی موزیکاله، اونجوری نیستش که اگه صداشو ببندیم صدای بم داشته باشیم، چون نیازی هم نداریم به صدای بیس. ما یکی دیگه از کارهایی که میتونیم با این دوتا پیکاپ بکنیم اینه که من میتونم مثلا فرض کن پیکاپ نکو ببندم و روی پیکاپ بریج کیل سویچ داشته باشم. چجوری میشه؟ الان این پیکاپ ولومش بسته است، بنابراین اگر قبل از اجرا بخوام گیتارم ساکت باشه، گذاشتمش رو استند، برش میدارم، میخوام موزیک رو شروع بکنم و بعد سکوت، یا اینکه ازش استفاده موزیکال بکنم، بگم مثلا پس بنابراین ما کیل سویچ هم اینجا داریم با این سیستم دوتا ولوم و دوتا پیکاپ. صدای گیتار رو یه بار دیگه براتون در میارم بشنوید.